نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه سوم ماه اسد سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. سقوط سه بالاسواری در چهار روز اخیر به دست طالبان. روز هم جگره روانه ده آقای سیمه که امنیتی پرسونل کمک پرسونل هم ده ملی اردو هم ده نظمیوی هم ده سرحدی پولیسو او هم ده خاص قطعاتو پرسونل صاحب ده لیگل سوه. از دست دادن کارمندان حرفه‌ای و کار آزموده وزارت معادن در عملی انتحاری غرب کابل. من یک انسان هستم، من یک از طبقه اوناس هستم، من مادر میخوایم. چرا مادرم از من گرفته شد؟ بخاطر چی؟ دیدگاه پر از شک حکمتیار درباره پیروزی نیروهای خارجی در جنگ افغانستان. اتهام مداخله حکومت در کار نهاد حرکت و به طریق درآمدن کمک‌های بریتانیا به این نهاد. و راه یافتن تیم ملی کرکت زیر 15 سال بر رقابت‌های جام جهانی سال 2018 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. منابع حکومتی به طول نیوز میگویند که بالاسواری جانیخیل پکتیا امروز به دست طالبان سقوط کرد. پس از بالاسواری های کوهستان در فاریاب و تیوره در غور، این سومین بالاسواری است که در چهار روز اخیر به دست طالبان میافتد. اما وزارت امور داخله سقوط بالاسواری جانیخیل را رد میکند. در این حال وزارت دفاع ملی بار ملامتی جنگ را بر دوش پاکستان میگذارد. کریم امینی گزارش میدهد. جانیخیل در پکتیا، کوهستان در فاریاب و تیوره در غور سه ولسوالی هستند که در درازای چهار روز از اداره دولت بیرون شدند. جانیخیل که قلب ولایت پکتیا شناخته می شود از ولسوالی های راهبردی این ولایت است. جانیخیل در 150 کیلومتری گردیز هم مرز با کرم ایجنسی در آن سوی خط دیورند است. جانیخیل از رهگذر اقتصادی یکی از ولسوالی های مهم است و چندین معدن کروماید دارد. اوس هم جگره روانه ده پاگه سیمه که امنیتی پرسونل کمک پرسونل هم ده ملی اردو هم ده نظمیامی هم ده سرحدی پولیسو او هم ده خاص قطعاتو پرسونل صاحب تا لیگل سوه. کوهستان در 120 کیلومتری میمنه با 135 روستا و بیش از 100 هزار جمعیت. او یک منطقه هست که در چند ولایت را هم داره و از چند ولایت میشه که اکمال هم بکنه خدا و چند ولایت را هم میتونه تحت تاثیر ناامنی ها قرار بدن. تیوره در 240 کیلومتری فیروزکو. تیوره در غرب با ولسوالی های پرچمن و گلستان فرا، در جنوب با باغران هلمند و در شرق و شمال شرق با ولسوالی های پساوند، شهرک، تولک و ساغر غور که به بند سلما می انجامند هم مرز است. به ججنبی اجازه نمیدیم که در این راستا خواسته باشند که آرزوهای مردم و ماره خدا نخواسته لطمه بسنند. در این میان وزارت دفاع ملی میگوید که طالبان هیچگاه به هدفهایشان نخواهند رسید. فشارهایی که به حکومت پاکستان از طرف جامعه جهانی وارد شدند، خصوصا ایالات متحده آمریکا، پاکستان تماما مخالفین را تشویق کردند که بیان به افغانستان و حملات خود شدید بسازند. نبردها در افغانستان در دو یا سه هفته پسین شدت گرفتند. همکنون بیش از 10 ولایت کشور گواه نبردهای سخت و کمپیشینه‌ای هستند.
وزارت معادن میگوید که جان باختن 15 کارمند این وزارت در حمله انتحاری دیروز در غرب کابل این وزارت را با کمبود کارمندان حرفه‌ای روبرو ساخته است. سخنگوی وزارت معادن میگوید که این وزارت از بهره توانمندسازی این کارمندانش سرمایه گذاری کرده بود و بیشتر آنان در بخش های مهم وزارت معادن کار میکردند. انیسه شهید گزارش میدهد. در حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل 15 کارمند وزارت معادن که 11 تنشان مهندسان بودند جان باختند. نجیبه حسینی و عباس کارشناسی ارشد داشتند، اما 13 تن دیگر سندهای لیسانس داشتند. تمامشان مسلکی بودند و انجینرهای معدن ما بودند. بسیار سخت است برای ما که جایزه پرگرده. بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. سامره که مادر 5 فرزند بود در یک پرورشگاه کار میکرد. هنگامی که به سوی کار میرفت جان باخت. مام یک انسان هستم. من یک از طبقه اوناس هستم. من مادر میخوایم. چرا مادر از من گرفته شد؟ به خاطر چی؟ یک دختر سامره فلج است و شوهرش بیکار. سامره نان‌آور این خانواده بود. خودش یک درد کلان است که وقتی که مادر خود آدم از دست بده سر جنازش هم رسیده نتونی. یا مای 5000 یا مای 6000 میوردم در خانه نفقه حیال خود میکرد. حمله انتحاری دیروز در دهبوری کابل جان نزدیک به 40 تن را گرفت و ده‌ها خانواده را داغدار ساخت. در این میان محمد ضیا فرهمند کارمند بخش رسانه‌های وزارت معادن یکی از قربانیان رویداد دیروز کابل بود. این جوان 27 ساله از رشته ادبیات دانشگاه بلخ فارغ شده بود و 3 سال میشد که در وزارت معادن کار میکرد و 2 سال پیش عروسی کرد و همسرش اکنون باردار است. فرهمند نان آور 4 خواهر، یک برادر کوچک، پدر و مادر و همسرش بود. خانواده جوان میگوید حکومت در تامین امنیت بی‌پرواست و اگر بکوشد میتواند جلوی بسیاری از رویدادهای هراس‌افکن را در کشور بگیرد. در این باره نبیله شفی گزارش تهیه کرده است. در سوگ از دست دادن همسرش نشسته است. آرزو، کارمند جمعیت هلال احمر افغانی که اکنون باردار است، میگوید که وی و همسرش آرزوهای بسیار برای نوزادشان داشتند. اما با جان باختن فرهمند در رویداد هراس افکنانه روز دوشنبه در کابل، این آرزوها با خاک یکسان شدند. زیاد آرزو داشته مردیم آدم مورد تفلایندی ما. نامشم تعیین کرده بگم. خدا نخواست بگم. شهر مزید دنیا رفت. پدر فرهمند میگوید که پسرش در موتر کرایی کاستر با کارمندان دیگر وزارت معادن به دفتر کارش رفت آمد میکرد، زیرا همه روزه توان پرداخت کرایه تاکسی را نداشت. زیاد بودن تا پلیس وقتر تقریبا 20 نفر میشد. مادر وی میگوید که یگانه نان‌آور خانوادهش را از دست داده است. ما مسلمان با خدا گواشد. با چیز ما که بزرر بغرز بود بشت یک لغمه نان برشده دست خانه. دولت خودش همی نمیخواه. دولت خودش همی کار میکنن. استخبارات دارن. حتی از مرزی طرف میشه خبر میشن و خبر دارن و استخباراتش برشان خبر میتخ و اینا کوتاهی میکنن. این خانواده پیش از این در ولسوالی جاخوری ولایت غزنی زندگی می کردند، اما پس از آن که فرهمند تحصیلاتش را در بلخ تمام کرد، خانوادهش را به کابل فراخواند و در خانه کرایی زندگی می کنند. در این حال گلبدین حکمتیار حکومت، ناتو و همسایگان کشور را در کار آوردن امنیت و صلح و ثبات در کشور ناکام می‌داند و می‌گوید که حکومت حتی در کار تامین امنیت ارک هم ناتوان است. گلبدین حکمتیار بدین باور است حکومت و نیروهای خارجی در جنگ کنونی افغانستان پیروز نخواهند شد و معضل جنگ افغانستان باید از راه گفتگوها حل شود. شریف امیری جزئیات را گزارش می‌دهد. گلبدین حکمتیار که در اقامتگاهش سخن می گفت ناتوانایی های حکومت را برجسته می سازد. در چه سال آقاره؟ در روسان، در امریکا، در ناتو، کلدی شریدلی دولت. در دولت پا کابل که امنیت نشه تامین آقاره. در دولت در ارکشا و خواه در امن تامین نماجز ده. در حال حاضر نیروهای دولتی در بیشتر بخش‌ها در نبرد با حراس افغانان هستند، اما رهبر حزب اسلامی پیروزی نیروها را به دیده شک می‌نگرد.
دام یه واقعیت دیسی دا جنگ ندا اوسانه دولت گتل ایشی او نبارنی زوا کن شپارس کال تجربه کافی ده. وزارت دفاع ملی از توانایی های نیروهای دولتی تعریف دیگری دارد. سوال را میکنن که ما دیوانه میشیم. کجاست هم دشمن؟ سرباز ما پشتش میده و میگرده در مملکت این هم امروز ما 17 عملیات 26 عملیات کماندو داریم و کماندوهای ما در هلیکوپتر 6 تا پشت دشمن میگرده. خیر است که در یک ولسوالی یا دو ولسوالی یا یک سی جای یا سی پستای ما مشکلاتی به وجود آمده. چرا این جنگ تحمیل شده است؟ شما باور کنین ما من با پیروزی مردم افغانستان عقیده دارم، ما با سرباز خود عقیده دارم، ما با پلیس خود عقیده دارم، ما با امنیت خود عقیده دارم. کسی که عقیده نداشته باشه او قطعا پیروز نمیشه. آقای حکمتیار یکی از مهمترین گزینه ها را برای پایان جنگ در کشور همکاری تمامی اقوام افغانستان در کار تامین صلح می داند. گلبدین حکمتیار آوازه ها را درباره سهم گرفتن این حزب در حکومت نیز رد می کند. رئیس جمهور غنی در فرمان های جداگانه، نامزد وزیران ترانسپورت و اقوام قبایل، رئیس اداره ارگان های محلی و عالی تخار و نیز رئیس اداره ثبت احوال نفوس را معرفی کرد. فرمان های جداگانه رئیس جمهور آماده است که محمد حمید تهماسی به حیث نامزد وزیر ترانسپورت و گل آقا شیرزای به حیث نامزد وزیر اقوام و قبایل معرفی شدند. بر بنیاد این فرمان ها وزارت دولت در امور پارلمانی موظف است تا این دو تن را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. در یک فرمان دیگر رئیس جمهور عبدالمتین بیک معاون ریاست امنیت ملی به حیث رئیس اداره مستقل ارگان های محلی گماشته شده است. عبدالمتین بیک کارشناسی ارشدش را از هند به دست آورده است. پیش از این در مقام های معاون ریاست امنیت ملی و معاون اداره مستقل ارگان های محلی کار کرده است. در دو فرمان دیگر رئیس جمهور همایون مهتاد به حیث رئیس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و محمد وایس پایا به حیث معاون تکنیکی شناسنامه های برقی و فضل الله مجددی به حیث ولی تخار گماشته شدند. وزارت امور خارجه یک دیپلمات کشور را که گفته می شود همسرش را در نیویورک لتوکوب کرده است به کابل فرا می خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که با آقای یما عینی بر بنیاد قوانین افغانستان برخورد خواهد شد. انیسه شهید گزارش می دهد. یما عینی مستشار سفارت افغانستان در واشنگتن و عضو هیئت نمایندگی همیشگی افغانستان در نیویورک به لتوکوب همسرش متهم شده است. روزنامه نیویورک پست گزارش داده است که محمد یما عینی به روز شنبه همسرش مژگان را به سختی لتوکوب کرد و سپس او را برای درمان به شفاخانه برد. اما یما عینی به علت مسئولیت دیپلماتیک در ایالات متحده آمریکا زیر پیگرد قانونی قرار نگرفته است. وزارت امور خارجه میگوید که این کارمند وزارت امور خارجه کشور بر بنیاد قوانین افغانستان زیر پیگرد قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه به اساس یک گزارش اولیه که از نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی افغانستان در ملل متحد به این وزارت فرستاده شده خبر این واقعه را دریافت کرده و در جوجان قرار گرفته و در نظر داره که آقای عینی را به مرکز فرا بخوانه. بر بنیاد گزارش نیویورک پست مژگان عینی به کارمندان شفاخانه گفته است که همسرش موهایش را کش کرد و با سیلی و مشت بر رویش زده است و نشانه هایی از خشونت در چشم راستش دیده می شوند. هر کسی که باشه افغان باشه ما برش جزا می خواهیم. ما خارج از کشور باشه و داخل از کشور خشونت بکنه علیه زن، علیه انسان که پیشتر بسیار مقبول تعریفات ما داشتیم از زبان برادرای ما. انسانی که مساویس به یک مرد. هیچ مرد برتری نسبت به زن نداره. این در حالی است که افغانستان نامزد عضویت در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد است. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرهاست طلوع و طلوع نیوز.
بستگان قربانیان حمله اینطوری دیرو در شهر لاهور از حکومت پاکستان میخواهند که زندانیان تحریک طالبان پاکستانی را اعدام کند. آنان میگویند که ادامه اعدام هراس افغانان در پاکستان سبب خواهد شد تا حملات هراس افغانان در این کشور کاهش یابد. در این حال اداره استخبارات پاکستان میگوید که حمله مرگبار دیرو در شهر لاهور توسط یک پسر 16 ساله انجام شده است. مراسم به خاکسپاری قربانیان حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر لاهور که در آن 26 تن جان باختند و 54 تن دیگر زخم برداشتند با شرکت هزاران تن برگزار شد. شرکت کنندگان این مراسم حمله های هراس افغانانه را نکوهش می کنند و از حکومت پاکستان می خواهند تا اقدامات جدی را در برابر هراس افغانان در این کشور روی دست گیرد. خواست ما از حکومت این است تا هراس افغانان را که زندانی هستند در برابر مردم اعدام کند تا آنان درد و غم دیگران را درک کنند. در همین حال باشندگان شهر لاهور که در این اواخر گواه حمله های مرگبار بودند میگویند که حکومت پاکستان در تامین امنیت آنان ناتوان است. پس از آن که این رویداد غمناک رخ داد، ترس همه جا را فرا گرفت و مردم نمی تواند از خانه هایشان بیرون شوند. در این حمله که در نزدیک مارکت سبزی ها رخ داد، همه ما نگران شدیم. خداوند به بستگان و خانواده های قربانیان صبر بدهد. از سوی هم یافته های سازمان استخبارات پاکستان نشان می دهد که حمله کننده انتحاری 16 الا 17 سال سن داشته است و دو تن دیگر او را نیز همراهی می کردند. حکومت محلی پنجاب می گوید که بررسی های جدی درباره حمله های هراس افغانانه در ایالت پنجاب آغاز شده اند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رئیس جمهور تازه انبرشت اقتصاد و حفظ ارزش های ملی کشورش تاکید می ورزد. رامنات کوینت که به عیس 14 رئیس جمهور این انتخاب شده است میگوید که کارگران و کشاورزان نادار را کمک خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه هشدار میدهد که وضع مدیودت ها از سوی اسرائیل در مسجد الاقصا پیامدهای ناگوار خواهد داشت. رجب طیب اردوغان میگوید که ادامه این کار به زیان اسرائیل خواهد بود. در همین حال اسرائیل میگوید که دستگاه های امنیتی را از مسجد الاقصا دور ساخته است و به جای آنها سیستم های تازه امنیتی را نصب خواهند کرد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا امروز به طرح وضع تحریم‌های تازه بر حکومت‌های ایران، کره شمالی و روسیه رأی می‌دهند. این تحریم‌ها که از سوی مجلس سنای آمریکا تایید شده‌اند، اکنون برای اجرایی شدن نیاز به تایید از سوی مجلس نمایندگان آمریکا دارند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کار یک پروژه 25 میلیون پوندی افزایش سرمایه گذاری ها در کشور به علت آنچه که مداخله حکومت در استخدام رئیس یک نهاد غیر دولتی گفته شده است برای ماها به حالت تعلیق در آمده است. برنامه حرکت که از سوی بریتانیا و سویدن در افغانستان تمویل می شود بود رهبری آن در واکنش به مداخله های بیرونی به گونه گروهی از سمت هایشان کناره گیری کرده اند. زبی جهانمل گزارش می دهد. نهاد تسهیل سرمایه گذاری های حرکت 6 عضو هیئت مدیره داشت که کریم خواجه رئیس شرکت روشن، ملالای وسیل، تمیم سمیعی، دیوید کریشتون، سیمون وایت و سنزر کاکر اعضای این بورد بودند. تمام اعضای هیئت مدیره این نهاد به علت آنچه دخالت های بیرونی افغان در کاری این نهاد گفته شدند از سمتشان کناره گیری کردند. ما اخیرا شاهد دخالت های مستقیم و فشارهای از منابع افغان خارج از اداره ایمان بوده ایم که می خواهند استقلالیت ما را متاثر بسازند. ادامه کار ما با چنین مداخله ها به معنای به معامله گرفتن ارزش های است که ما به آنها پابند هستیم. بنابراین ما بجز از استعفا و دادن فرصت بررسی دوباره به همکاران حرکت هیچ گزینه دیگری نداریم. متاسفانه دولت در اینجا مداخله کرده. به همین خاطر تمام اعضای بورد حرکت قسمی که شما هم در جریان هستین همیشان به طور دست جمعی استعفای خود پیش کردن. منابع میگویند که فشارهای یاد شده از سوی بورد حرکت از سوی مقامات ارشد حکومت در گماشته شدن رئیس اجرایی این نهاد وارد شدند. ملالای وسیل
عضو پیشین برد حرکت و رئیس انتقالی این نهاد نامزد ریاست اجرایی این نهاد بوده که پس از انتخاب فردی دیگری به حیث رئیس این نهاد در مورد روند استخدام رئیس تازه شکایت کرده است. وزارت مالیه می گوید که آنان برنده شدن یک زن را در ریاست نهاد حرکت ترجیح می دهد. انتخاب رئیس اجرایی اداره حرکت از صلاحیت های هیئت مدیره از اداره می باشد و وزارت مالیه در آن کدام نقشی ندارد. اگر از ما کسی نظر بخواهد و یا در استخدام انتخاب آن نقش می داشتیم، باسته به نظر به پالیسی بزرگ حکومت افغانستان که از خانمای مجرب و تحصیل کرده حمایت می کند، در این روند نیز از یک خانم مجرب و متحد و تحصیل کرده حمایت می کند. بخش دوم نهاد حرکت با تعهد 25 میلیون پوند از کمک‌های بریتانیا سال گذشته میلادی آغاز شد. سفارت بریتانیا پذیرفته است که پس از استعفای هیئت مدیره اداره حرکت، بودجه این اداره را تا پایان تحقیق به حالت تعلیق درآورده است. بودجه به طور موقت پس از استعفای هیئت مدیره و مدیر عامل به حالت تعلیق درآمده است و اداره توسعه جهانی بریتانیا اتهام‌ها و ادعاها را در این بخش جدی می‌گیرد و آنها را به گونه کامل بررسی خواهند کرد. حکومت افغانستان کارهای بیشتر زیاد دیگه داره که بالای زو هم میتونه تمرکز کند، اما چون یک اداره مهم است بر سکتور خصوصی افغانستان، باید سرنوشت از اداره به زودترین فرصت معلوم شود. اداره تسهیل سرمایه گذاری های حرکت که به هدف افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی و رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است، تا کنون در چارچوب آن ده‌ها پروژه در بخش اصلاحات قوانین مهم بازرگانی و ایجاد فضای بهتر سرمایه گذاری ها در کشور عملی شدند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 79 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 1780 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 630 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزار هستیم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال کشور با شکست دادن نیپال جواز حضور بر رقابت‌های جام جهانی سال 2018 میلادی را به دست آورد. کرکت بازان کشور در رقابت‌های رایابی به جام جهانی در 6 دیدار پیاپی رقیبان خیش را از پیش رو برداشتند و مسافر جام جهانی شدند. ملی پوشان زیر 19 سال کشور فردا همراه با جام قهرمانی رقابت‌ها به کشور برمی‌گردد. در فرجامین دیدار رقابت‌های رایابی به جام جهانی زیر 19 سال، نخست بازی را در بخش بتینگ افغانستان آغاز کرد و در 46 آور بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود 195 دوش کردند. تیم ملی کرکت نیپال بازی را در بخش بتینگ خوب آغاز نکرد و بازیکنان این تیم وکت‌های خود را یکی پس دیگر از دست داد. افغانستان تنکی ځوانان او شو کولای شي پر لپسې شپږ لوبې خپل په نام کی او جام جهانی یا ورلد کپ ته لاره پیدا کی. واقعا دا یو ډیر مهم ټورنمنت دی افغانستان لپاره. موږ کله شو چې 2013 نړیوال چان تم لاره پیدا کړ او تاسو دواګان وی ان شاء الله کې انا متمه کوشش میکنیم کې دیګه هم بیرق افغانستان را بلند کړو. در پایان این دیدار ابراهیم زدران ملی پوش کشور با انجام دادن 101 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.